رادیو همراه بفرمایید. بله، من 24 سالمه، از امریکا تماس میگیرم، از یکی از ایالت‌های شمال امریکا. حدود 7 سالم بود که با خانواده مهاجرت کردیم به خارج از ایران، اول کشور دیگه رفتیم و بعد هم از اونجا به امریکا مهاجرت کردیم. چه مدت امریکایی؟ نه چه مدت امریکایی؟ های سکولم که تمام کردم اومدیم امریکا، یعنی حدود 18 سالم بود که با خانواده به امریکا مهاجرت کردیم. یک خواهر کوچکتر از خودم دارم که 18 سالشه. مشکلی که دارم با خانوادم، پدر مادرم، مادرم وقتی نزدیک 20 سالش بود و بابام حدود 27 سالش بود، اینا خیلی سنتی با هم دیگه ازدواج کردن و همون از اول ازدواج خیلی با هم مشکلات داشتن، طوری که من وقتی که 2-3 سالم بود مشکلشون خیلی شدید شد و کار به جدایی کشید. خانواده مادرم کاملا پشتش بودن و موافق بودن که جدا بشه. خانواده پدرم که اصلا از اول مثل که مشکل داشتن با این ازدواج، ولی بعد چند ماه جدایی مامانم تصمیم میگیره که برگرده و وقتی هم که الان ازش میپرسم دلیلش چی بوده، میگه که نمیخواستم بدون پدر بزرگ بشی و دوستش داشتم. و پدر مادرم دور از چشم خانواده هاشون با هم صحبت میکنن و تصمیم میگیرن که برگردن. برمیگردن، این مدت اوضاع بهتر بود، بعدم دوباره دعواشون و اینا همیشه بوده. بعدش هم که خواهرم به دنیا میاد و حدود یک سال بعدش ما از ایران مهاجرت میکنیم و دیگه به خانواده پدرم ارتباطی نداریم. ولی خب مشکلات بین پدر و مادرم همچنان بود و متاسفانه من همیشه شاهد این دعواها بودم و با اینکه مثلا اون موقع من 2-3 سالم بود همه چی رو خیلی شفاف یادمه. و یه اشتباهی که مادرم همیشه میکرد این بود که با من همه چی رو در میون میذاشت، با من درد و دل میکرد، با اینکه من خیلی کوچیک بودم ولی همیشه غمخوار مامانم بودم توی این مسائل و همیشه فکر میکردم که من مسئولم، باید بین اینا باشم، باید با مامانم حرف بزنم، باید نظر بدم، باید جداشون کنم. ولی خب خواهرم اینطور نبود، خواهرم بچگی خودشو میکرد و این حرفا. ببین عزیزم، صبر کن عزیزم، به دو تا نکته اشاره کردی که مایل هستم یه توضیح بدم، نه برای تو که به هر حال ازت گذشته ولی برای دیگران. یکی اینکه هرگز بچه‌ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن، هرگز قرار نیست پدر و مادر با بچه‌ها درد دل کنن. یعنی این اینقدر خطرناک و بدی که وقتی که ما با افراد بزرگسال، خانم‌های بزرگسال روبرو میشیم و متوجه میشیم که به نظر میرسه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، به ویژه از جانب پدر، وقتی که گذشته اونها کند و کاو میشه معلوم میشه که هیچ تجاوزی به هیچ شکل و فرمی نبوده، بلکه اینا در حقیقت درد دلهای مادر رو علیه پدر شنیدن و به همین جهت است که اصلا یه ترمی در روانشناسی وارد میشه به اسم نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره و جنبه روانی داره. بنابراین هرگز قرار نیست بچه ها حتی تو سنین بالا دوست پدر و مادر باشن. پدر و مادر قرار نیست با اونا درد دل کنن، برای اینکه اون درد دل کردن در نوعی تجاوز به بچه هاست، تجاوز بسیار سنگین و شکنن. دوم، بچه ها یه ظرفیت و زمینه ای دارن به ویژه بین سن 3-7-8 سالگی که فکر کنن میتونن روابط پدر مادر رو بهتر کنن، توان این رو دارن اونو برهم بزنن. به هر حال یه احساسی پیدا میکنن برای مسئول بودنی که شما اشاره کردید و گناهکار بودن و از اینجا یه چیزی پیدا میشه که ما بهش میگیم تاکسیک گیلت، یعنی گناه مسموم. و گناه مسموم عیبش اینه که این پیام رو به کودک میده که اینو تا بزرگسالی و بعدن ادامه میده که من توان انجام خیلی کارا رو دارم. یعنی اگر با یه مردی مثلا آشنا بشه که معتاد باشه، گرفتار باشه، فکر کنه من میتونم اینو خوبش کنم. در حقیقت یه نوع احساس قدرت و توانایی است در حالی که ابدا ندارن و این سبب میشه که دست به مانورها و ریسکای بزنن یا یه توهمی پیدا کنن که توانایی تغییر دیگران رو. بنابراین روزی که پدر و مادر یا بچه‌ها رو مسئول و درگیر اختلافاتشون میکنن و به بچه‌ها این پیام میدن که تو میتونی بری به پدرت یا مادرت اینو بگی، یا تو، من اینو میگم تو اونو بگو، یا به هر حال یه جوری اونا رو در
مسیری قرار میدن که نقشی برای اونا قائلن و اونا فکر کنن توان انجام کاری دارن، یا آسیب بسیار سنگینی میزنن. ولی بدتر از اون وقتی است که پدر و مادر در مورد نه تنها حتی همسرشون، بلکه درباره خانواده خودشون یا خانواده همسرشون، مثل درباره خاله یا عمه یا دایی یا عمو حرفی میزنن، چون اینا یه جزی از بدن کودک هستن، در حقیقت اون قسمت رو آسیب میزنن. بنابراین همونطوری که پدر و مادر رابطه جنسیشون رو از بچه هاشون پنهان میکنن، باید مواظب باشن که بچه ها از اون بیخبر باشن، تمام روابط احساسی عاطفیشون، حالا مثبت و منفی، که به گونه ای به صورت درد دل در میاد رو قرار نیست هرگز با بچه ها در میون بگذارن. و بنابراین تو میتونی عزیز به خاطر اینا در زندگی یه مقدار مسائل و مشکلاتی پیدا کنی که باید مواظبش باشی. این رو برای تو اونقدر نگفتم که مایل بودم پدر و مادرها بدونن این کار هرگز به هیچ دلیلی، به هیچ بهانه‌ای، به هیچ عذری قابل قبول نیست و هر جایی که هستن اگر چنین میکنن باید متوقفش کنن. و اگر پدر و مادر میشید یادتون باشه فرزندان شما هیچ وقت دوست شما نیستن، شما دوست اونا هستید، رازدار اونها، دوستشون، مواظبشون، مراقبشون هستید، ولی بچه ها هیچ وقت قرار نیست دوست پدر یا مادر و یا بقیه اعضای خانواده، مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ و بقیه باشن. میگفتی عزیز؟ بله درست میگین، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من اینو از شما قبلا شنیده بودم و اتفاقا به مادرم هم گفتم که این کاری که تو بچگی با من کردی خیلی خوب به من آسیب زده. ولی خب مامانم همیشه میگفتش که خب من کسی رو نداشتم، یا همیشه میگفت من بچه بودم تو به دنیا اومدی و سر بچگی این کارو میکردم. و خلاصه اینا همیشه با هم مشکلاتشون رو داشتن آقای دکتر، از مثلا چه میدونم، از انتخاب یه رستوران گرفته که بخوایم بریم تا کوچکترین مسائل و بزرگترین مسائل، اینا سر هر چیزی با هم دیگه دعوا داشتن. و مامانم هم یه آدم پرخاشگر شده بود که سر هر مسئله فقط داد میزد، نمیدونم خوش بده به پدرم، به خانواده‌اش، و با پدرم هم که کوتاه نمی آمد و همیشه میگم من شاهد این مسائل بودم. یکم که بزرگتر شدم و دیدم اینا همچنان دارن دعوا میکنن، با مادرم که صحبت میکردم گفتم خب جدا شو اگه اینقدر مشکل داری، چون مامانم همیشه میشه پدرت اینه، پدرت اونه، این اینه، این مشکلات داره اینا. از یه سنی به بعد دیگه خیلی تشویقش کردم که جدا بشه از پدرم و واقعا قلبا من راضی بودم و فکر میکردم که خواهرم بدون پدر، بدون زندگی کردن تو اون خانواده، زندگی بهتری میتونه داشته باشه و حداقل اونو نجاتش بدم. ولی خب هر دفعه که با مامانم صحبت میکردم، با این که من راضی واقعا قلبن و پدر مادر مادرم هم راضی بودن و همیشه ساپورت میکردن این قضیه رو، مامانم هیچ وقت راضی نمیشد. همیشه میگفت نه من میخوام شما پدر داشته باشیم، بعد آخرش میگفت نه من دوستش دارم، ما با هم دیگه بزرگ شدیم و سن خیلی کم اولین مردی که من باش بودم پدرت بوده، من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. این حرفا بود تا اینکه ما مهاجرت دوممون داشت صورت میگرفت و اونجا دیگه من خیلی قاطعانه با مادرم صحبت کردم که الان بهترین راهه که راهتون از هم جدا شه، چون ما جدا اومدیم و یعنی با فاصله زمانی بین چند ماه اومدیم و پدرم اوکی بود که میدونیم دیگه اونجا جدا بشیم، ولی مامانم گفت نه من اصلا وجدانم اجازه نمیده. بعد مادر بزرگم، مادر مادرم خیلی خیلی اصرار کرد که میتونی الان راحتی، اینقدر تو بدت میاد، اینقدر چیز و اینا، میتونی الان موقعیت خوبیه، که مامانم به هیچ عنوان قبول نکرد و گفت آخر سر شما خود شما دوتا، یعنی من خواهرم، برمیگردیم و به مامانم میگیم که چقدر بی وجدان بودی که گذاشتی بابا بره. آقای دکتر یه مسئله دیگه که اینجا بهش یادم رفت اشاره کنم، مسئله این بود که اون زمانی که من 2-3 سالم بود و اینا چند ماهی از هم جدا شدن و من و مادرم خونه مادر بزرگم زندگی کردیم، یکی از همسایه ها به مادرم گفته بود که شوهرت زن آورده تو خونه و اون بکنم اولین دفعه بود که به گوش مامانم رسیده بود که بابام خیانت میکنه. بعد از اون که دعواها شدت داشت و اینا، پدر بزرگم، یعنی پدر پدرم، برای اینکه زندگی اینا رو بهتر خراب کنه، اومد به مادرم گفتش که شوهرتو من دیدم بیرون با یه زن، که مادرم برگشت گفتن نه این دختر کوچیکم بوده، یعنی خاله من بوده و چرا حرف در میاره، نه این حرف رو. همیشه یه درخوشی گذاشتن و مامانم
به قول معروف همیشه تو دینایال بود سر این قضیه که پدرم خیانت میکنه. اون کشور که زندگی میکردیم، مادرم کم زودتر اومد، من یه روز مامانم که صحبت میکردم گفتم که من متوجه شدم که بابا با یه خانومی هستش و فیسبوک اون خانوم رو برای مادرم فرستادم، گفتم مامان ببین اینطوریه، چشماتو باز کن. و مامانم همیشه میگفت نه اصلا این کار رو نیست، نمی کنه، حرف در آوردن. وقتی به کشور اول مهاجرت کردیم، پدرم دو هفته زودتر رفت که وسایل و خونه رو آماده کنه تا ما میرسیم. وقتی که مادرم رسیده بود، یکی از دوستانی که اونجا پدرم تازه پیدا کرده بود به مامانم برمیگرده میگه که این دو هفته که نبودی ایشون با دو تا خانم بوده. بازم مامانم قبول نمیکنه، یعنی تمام این چندین سال مامان من هیچ وقت قبول نکرد که پدرم خیانت کرده. و دلیلش هم این بود که این اواخر نظر رابطه جنسی خیلی با همدیگه ضعیف بودن و همیشه اعتقاد داشت به خاطر مشکلات دوتا مهاجرت و این حرفا پدرم یه سری افسردگی داره بود از این حرفا. که رسید به 6 ماه پیش که مادرم میره سر گوشی پدرم و باز میکنه و میبینه که پدرم داره با یه خانومی تکست میکنه و شروع میکنه تکستاشون رو خوندن و من رو صدا میکنه و دستش داشت مامانم میلرزید و من گفتش که ببین بابا داره خیانت میکنه. و من واقعا تعجب کردم که مامانم این همه شوکه شده بود و چقدر ناراحت، در صورتی که بالای 5-6 بار اتفاق افتاده بود و همه ما بهش گفته بودیم. مامانم خیلی ناراحت شد از این قضیه، خیلی به هم ریخت و یه دعوای خیلی خیلی مفصل با پدرم کرد سر این قضیه. و از اون موقع به بعد دیگه این دوتا اصلا با هم دیگه حرف نزدن، با اینکه هممون توی خونه زندگی میکنیم. و مامانم یه دفعه سر چیز گرفتش که من میخواد جدا بشم، من بدم میاد. و اونجا شروع کرد با دوستاش با دوروبریا صحبت کردن، بین همه داره پر میکنه که من میخوام طلاق بگیرم، من خوشم نمیاد، من همیشه جوونم، من باید زندگی کنم، زندگی من تباه شده. این تا اینجا بود آقای دکتر. یه مسئله دیگه هم که خواستم اشاره بکنم، رابطه من با مادرم خیلی نزدیک بود، خیلی نزدیک. همیشه مادرم میگفت من تو رو تو سن کم آوردم و تو قبل اینکه دختر من باشی دوست منی. و این همیشه من الهام شده بود که بهترین دوست من مامانم میتونه باشه، کسی دیگه نمیتونه جوش بگیره. که خب متاسفانه اینم بود. 2 سال پیش مامان من چهره زیبایی داره، ولی خب توی مدت یکم از نظر وزنی زیاد شده بود. 2 سال پیش تصمیم گرفت که 2 تا جراحی زیبایی انجام بده که یه وزن ایدئالی که میخواد برسه، که یه اختلاف وزن خیلی زیادی هم بود. 2 تا جراحی رو انجام داد و قبل اینکه انجام بده همیشه به مامان میگفت من این جراحی انجام بدم به وزن ایدئالم برسم، یه کارم افسردگی هم بهتر میشه، اون وقت میتونی زندگی بهتری با هم دیگه داشته باشیم. این حرفا، این 2 تا جراحی که انجام داد، مامان کلا عوض شد، اصلا یه آدم دیگه شد، خیلی بیشتر پرخوشگر شد. خیلی هی هر روز میگفت من جوونی نکردم، من جوونم، من عمرم رفته. و آره دکتر، متاسفانه یه رفتارهای بچگونه از مامانم میدیدم. یعنی بعد موقع بهش میگفتم مامان تو مادر منی، از میخوام با عنوان مادر من الان رفتار کنی. درسته که مثلا اختلاف سنیمون 20 سال بیشتر نیست، ولی خب بازم جای مادر منی. و همیشه من میگم نه، کی گفته؟ من آره مادرتم، ولی من خیلی جوان بودم، من جوانیمو پاس گذاشتم، من چیز کردم، من جوونم، من حق زندگی دارم، انقدر حق زندگی دارم که اگه یه روز خواستم از پدر جدا بشم میتونم برم شوهر کنم. اینجا تو امریکا همه این کارو میکنن، همه نگاه کنی طلاق گرفتن، ازدواج کردن، از این حرفا. اوکی، حالا صبر کن. البته ببین عزیز، اون آسیبی که من نگرانش بودم کمی در تو همکنون آشکار است که اتفاق افتادی. حرف تو این است که مادر اینو میگه، ولی تو هم قبل از اینکه دختر باشی و مادر باشی مادر بزرگ شدی. یعنی نوع گفتگویی که تو درباره مادرت میکنی یا درباره اینکه دیگران به مادر چه میگفتند و مادر اهمیتی نمیداد یا این کار میکرد، مادر این کار نمیکرده. مادر به دلیل ویژگی روانیش به یه چیزی مهمتر از خیانت همسرش فکر میکرده و اون حفظ یه ظاهری بوده که براش مهم بوده، اینه که بعدا اون خودش رو در افسوسش بر اینکه جوانی نکردم بعد با جراحیاش بر اینکه کس دیگه بشم با حالا بتونم برم دوباره یه زندگی رو تجربه کنم. و بعدم نشون دهنده بهره هوشی بالا هست، ولی کاملا مادر بدون توجه به واقعیت و عقل بوده.
و ماجرای این که من در سن کمم ازدواج کردم، چون میدونی تنها جایی که انسان نمیتونه خودشو تبرئه کنه ندانستن، یعنی هیچ دادگاهی در جهان نیست که اگر شما بگید من نمیدونستم این کاری که من میکنم جرمه پس آزادم کنید برم، هیچ دادگاهی قبول نمیکنه، چون فرض بر اینه که ما در اون زمینه که باید بدونیم باید میدانستیم. هیچ پدر و مادری نمیتونه بگه ما بیش از این بلد نبودیم. باید خب شما اگر بیش از این بلد نبودید قرار نبود ازدواج کنید و قرار الان هم مسئولیتشو بپذیرید. من اگر خبر از یه قانون دارم اون رو میشکنم خب میرم زندان. بلدشم خیلی روشنه. نمیتونم بگم من خبر نداشتم این کار جرم. اینو به این دلیل میگم. بعدم ببین عزیز، تو فی فاصله 6 ساله با خواهرت داشتی. بنابراین تو نقش مادری تو انجام دادی. نقش مادر بزرگیت رو هم نسبت به خواهرت و مادر دستن انجام دادی و هنوزم این وضع ادامه داره. یعنی یه گونه الان یعنی تو درباره پدر و مادر یا ازدواج اونا صحبت میکنی که انگار خودتی، یعنی یا خودتو میری میذاری جای مادر یا انتظار داری مادر به اون گونه که باید عمل کنه و اینا دقیقا همون آسیبه. یعنی تو به جای اینکه بری زندگی خودت رو بکنی، مادر تو دلش واسه برای دیگران زندگی کنه، تو حالا میخوای به عنوان مرکز و محور یه خانواده 4 نفره باشی و در نتیجه از آنچه که دور میفتی و محروم میشی مسئله زندگی خودت، هیچ جا فقطم به هیچ جایی نمیرسی، هیچ مسئله و مشکلی هم حل نمیکنه. حالا روی خط باش، بگذار ببینیم اصلا برای چی تلفن کردی، چون اینکه ماجرا مربوط به گذشته خانوادت بوده، شاید بتونیم بریم سراغ مشکلی که همکنون یا در ارتباط با مسائل خودت داری یا خانواده. بک‌گراندی که از خانواده‌ام دادم و الان میخوام مشکلی که الان در حال حاضر باشون دارم و بهتون بگم. من یادم رفت بهتون بگم که سال آخر رشته پریمت هستم و سال دیگه امکت دارم و اگه خدا بخواد وارد مدیکل سکول میشم. از وقتی هم که اومدم آمریکا خودم کار کردم، ولی از 19 سالگی تونستم توی آفیس جابی بگیرم و همونجا موندم. الان دیده 5 ساله که اونجا کار میکنم، درآمدم خداشکر خیلی خوبه و اینکه تمام هزینه های دانشگاه و هزینه های خودم و همه رو از اون موقع همه رو خودم دادم و حتی تو خونم به پدر مادرم سری هزینه های ماهانه کمک میکنم. از نظر کاملا مستقل هستم و وقتی که یکم مستقل شدم زندگی رو غیر تجربه کردم. تونستم یه فاصله بگیرم از پدر مادرم و 2 سال پیش من آقای آقا شدم اینجا. ببخش عزیزم تلفن یه ذره اگر جا به جا شدی متاسفانه یک کمی برخی از وقت قطع و وصل میشه. برگرد سر جای قبلی و یه همون حال قبلی رو داشته باش. خب 2 سال قبل آشنا شدی با یه آقا. این آقا چند سالشه؟ این آقا حدود 31 سالشونه. مهندس هستن، ایشون هم کار خوب دارن و این 2 سال رابطه خوب و آرومی با هم دیگه داشتیم، مشکل برای شکل نبوده. 2 سال؟ نه سب کن. اولا ایرانی هن یا نه؟ ایشون ایرانی هستن. بله. دوم که چه مدتی است امریکا؟ ایشون یه کشور دیگه به دنیا آمدن، کشور اروپایی به دنیا آمدن، بعد برگشتن ایران، یه چند سال ایران بودن و از اول های سکولشون ایشون اومدن امریکا و تا الان امریکا هستن. به چیزی نزدیک 15-16 سال؟ بله دقیقا 16 سال. اوکی. بعد میدونید فرزند چند من حتما میدونید؟ ایشون تک پسر هستن. خب از حالا میتونم بگم که یه رابطه میدونید غیر عادی دارید. شما نقش مادری رو دارید، بنابراین ایشون برای شما دوتا نقش رو ایفا میکنن. یه زمانی کودک شما میشن و یه زمانی پدر شما. یعنی از حالا میشه حد زد که چرا شما گره برای ایشون تک فرزندن. بعد از اون از یه خانواده ای هستن که جا به جا شدن، از ایران اومدن اروپا، از اروپا رفتن ایران، از ایران آمدن امریکا، حالا مدت هاست اینجا هستن، یه دونم هستند و کاملا پیداست که همطور که شما به دلیل رفتار بد و غلط و اشتباه پدر و مادرتون در یه زمینایی سخت آسیب دید. دختر باهوش و توانایی هستید، ولی درست مثل این که پرس کنید یه عضو بدن رو ندارید. ایشون هم همینطورن و بنابراین میتونم حدس بزنم که رابطه شما یه رابطه ساده سالم یک پسر 31 ساله و یه دختر 24 ساله نیست.
حالا منتظرم ببینم که موضوع و مسائلتون چه از مخصوصا که تک فرزندم هستند و این چنین پادر هوا و در نتیجه به خاطر آنچه که بر ایشون گذشته. حالا چه خبر است بینتون؟ آیا تو من با ایشون تا حالا مشکل جدی خاصی نداشتم و سیدیای شما رو خیلی سال گوش میکنم و من خیلی کمک کرد توی من میدونستم خیلی آسیب خوردم توی این خانواده و خیلی به من کمک کرد که ریلیشنشیپ سعیم کنم که ریلیشنشیپ خوبی داشته باشم. من با این آقا تا الان مشکلی نداشتم. نه سب کنین نه نرید پیش، چون شما یه جزئیاتی راجع به خودتون گفتید، یک کمی 3-4 دقیقه به ایشون برسید. ویژگی‌های روانیشون چی؟ اصلا صرف نظر از مسئله شما، از نظر فرض کنید کارشون، درسشون، آدم مسئول بودنی، مسئول نبودنشون، خوابشون، بیداریشون، تفریحاتشون، گذشتهشون، ارتباطشون با پدر و مادر، هر چیز مثبت یا منفی برجسته ایشون چی؟ اول بذارید شناختی هم از ایشون داشته باشید. ببینیم اون ماجرا که بهش اشاره کردید که تا حدودی تاریخچه زندگی ایشونه، چه آسیبایی به ایشون زده و یا چه اشکالاتی یا امتیازاتی رو برای ایشون فراهم کرده. پس ایشون مهندسی لیسانسشون رو گرفتن و بعد از اون هم دو تا لیسانس گرفتن، یکی مهندسی و یکی هم توی رشته MBA. تو یکی از شرکت‌های خیلی خوب اینجا کار میکنن که اگه اوکی اسمشو نیارم، ولی خب توی تمام ایالت‌های آمریکا یه شعبه داره. در کنارش ایشون بزنس کانستراکشن خودشون رو دارن که خونه های نیو کانستراکشن میسازن و میفروشن. کاملا مستقل هستن از نظر مالی و همه چی نسبت به خانواده‌شون. و هفته چند ساعتی کار کردن و میکنن ظرف 10 سال گذشته؟ ایشون همون 40 ساعت در هفته رو کار میکنن و یعنی ایشون هم دانشجو میکنن، بعد یه کسی تو کانستراکشن، بعدم درسشون رو میخونن، بعدم یه جایی کار میکنن. هفته 40 ساعت؟ نه 10 سال گذشته نه. ایشون از وقتی که این جابو گرفتن، اون 4.5 سال که این جابو گرفتن و که 40 ساعت در هفته کار میکنن، ولی خب اون کار کانستراکشنی که دارن نیاز نیست خودشون زیر بالا سر باشن، چون ایشون به عنوان اینوست دارن، یعنی پولو میذارن، ولی خب پراجکت منیجر دارن و آدم های دیگه که به جاب سر بزنه و کاراشو انجام بده و ایشون فقط سر میزنن و بعدم خب ایجنت میفروشه و اینطوریه کاری که دارن. نه ببینید عزیز، پول تو این کار نوعی آماده کردن یه ساختمون اینه که خود فرد درگیره، و الا اگر بده دست دیگران که اون پولی که در میاد به اونا بپردازه. حالا ایشون هفته 40 ساعت کار میکنن که من خیلی قبول ندارم، ولی به من بگید قبل از آشنایی با شما اوقات فراغتشون رو چگونه میگذرونن 40 ساعت دیگر هفته رو؟ ایشون ورزش میکنن، ما جفتمون توی تیم تنیس بازی میکنیم و این یکی از مسائلی بود که اون اوائل که ما آشنا شدیم ما رو بیشتر به هم نزدیک کرد. و کار دیگه بنابراین همون نقش هست. ببینید شما یه زمانی که دختر ایشون میشید و ایشون از شما مواظبت و مراقبت میکنن به عنوان پدر، خب همه چیز خوب و خوش معلومه، یه رابطه خوب پدری مادری است. زمانی که شما مادر ایشون میشید و ایشون کودک میشن، بنابراین اون نقش هم میتونید ایفا کنید. بنابراین سوال من از شما اینه که آیا احساس میکنید یه رابطه ای تقریبا در بیش از 90% موارد برابر دارید، یا به هر حال هر کسی یه قسمتی از نقش رو گزیده؟ درست مثل زمانی که در یه جامعه مانند ایران مرد میاد کارهای بیرون رو میکنه، زن کار داخل، یه تقسیم کار، یه دیویژن آف لیبری به وجود اومده، کارهای خونه مال تو، کارهای بیرون مال من، و بنابراین هیچ کدام اون گونه دخالتی در کار همدیگه ندارن. پرسش من از شما اینه که آیا در جهت مسئولیت ها، تصمیمات، رفتار تو این دو سالی که با هم دوست بودید که با هم هیچ مشکلی نداشتید، یه دلیلش تقسیم کارتون نبوده؟ بله. اوکی. چون میدونی در این گونه موارد اگه همکاری میخواستید بکنید اختلاف نظر پیدا میشد، بلکه ما با خودمون اختلاف داریم، چطور میتونیم با دیگری نداشته باشیم؟ اینکه 2 سال همه چیز به خوبی میگذره وقتی است که نقشه رو میپذیریم. من میتونم کارمند یه جایی باشم 10 سال با رئیسم هیچ مسئله ندارم، برای که میپذیرم اون رئیس منه، درست یا غلط دستور میده، منم طبق دستور رو عمل میکنم، ما اختلافی با هم نداریم.
روزی که ما شریک باشیم و من سر اون دستوراتی که او میده، تصمیماتی که او میگیره که حتما باشه اختلاف پیدا میکنم، برای که اگر نباشه اصلا دوتا آدم نیستیم و صمیمی و صادق نیستیم، معلوم مسئله داریم. بنابراین نفس بی درد سر و مثلا درگیری خودش نشوندنده یا جدایی است یا تفکیکه. و وقتی که نقش ها تفکیک میشه معلومه، به همجاست که بسیاری از پدر و مادر در جامعه مانند ایران هستن که مثلا همسر نمیدونه مغازه شوهرش کجاست یا درآمدش صده یا 500، برای که اون قسمت اونه. و ای بسا پدر هم نمیدونه بچهش کلاس چهارم یا پنجم، علتش هست که این مسئولیت با زنه. ولی به قول معروف نمیشه خاموشی رو یا توقف رو نشانه صلح و آرامش دونست. یعنی میخوام اون رو متوجهش باشید، برای اینکه وقتی که دو تا آدم به دو گونه متفاوت آسیب دیدن، برخی از اوقات این آسیبا مثل یک کسی که ای بسا چشم نداره، یک کسی دیگه پا نداره، و وقتی که اون کسی که پا داره و اونی که در حقیقت چشم داره رو بر دوش خودش میذاره، مشکلی برای رفتن ندارن. یکی راه رو میره و یکی هم راه رو به اون نشون میده. در اینجا دلیل همکاریشون به دلیل تقسیم کاریست و یا وظیفه و مسئولیتیست که میکنن. و این تو زندگی زناشویی گذشته یکی از بهترین ها بوده و به همجرد بوده که اختلاف و اشکالی هم کم بوده. یعنی هیچ وقت یه زن نمی آمده بگه که شوهرم این تصمیمات یا این انتخاب های غلط شغل و کاری رو گرفت، اصلا بی خبر است، گفتم هیچ نمیدونه، اصلا خبر از موضوع نداره. و مرد هم اصلا کاری به کار آنچه که در داخل خانه چگونه غذا پخته میشه یا ظرفا شسته میشه نداره. این همون گرفتاری است که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز وقتی از ایران اومدن مثلا امریکا یا اروپا و آقایون تو خونه موندن، یه دفعه خانم ها و آقایون با هم درگیر شدن که این چه طریق ظرف شستن، این چه طریق غذا پختنه، اینجا این کاری که تو میکنی اضافه در حقیقت وقت رو میگذاری، این کار اصلا نباید اینجوری صورت بگیره، این طریقه شستن ظرفا یا پختن غذا یا خرید نیست. و اختلافاتی که اصلا ای بسا 20 سال در ایران حتی یک بار هم نداشتن، حالا ظرف 20 روز 15 روزش رو دارن. حالا این هشدار رو بهتون دادم که من بیاید بگید که واقعا شما کجا ایستادید. پیام‌ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو ادامه میدیم، چون حرف شما این بوده که تا به حال مسئله و مشکلی نبوده. من میخوام مطمئن باشم مسئله و مشکل به خاطر نوع رابطه سالمتون نیست، نه به خاطر نوع جدایی و تفکیک، مخصوصا اینکه هر روی شما یه مقدار استقلالی نداشتید، جدایی داشتید. بسیار متفاوته که من آدم مستقلی باشم، همه جا باشم ولی مستقل باشم، تا اینکه من برم و از دیگران جدا باشم و بنابراین کاملا احساس بکنم که مستقلم، هر کار دلم خواست میخوام بکنم. یه تفاوتی بین جدایی و استقلال هست که معمولا هم در شما با توجه به فاصله سنیتون نقشی که داشتید، هم در ایشون به عنوان فرزند تکی که از کشوری به کشوری برده شده که حتما آسیب میخورن، همه ی آدم هایی که این همه جا به جا میشن، بذارید ببینیم که چه خبره. و نفس همین که پدر مادر نخواستن بیشتر از یه فرزند داشته باشن، خودش نشوندهنده یه مقداری عدم اعتمادشون به همدیگه برای داشتن فرزند، یا به دلیل شرایط و وضعیت بدی که درش بودن اون ثبات و قرار رو نداشتن که بخوان از یه فرزند به دو یا سه برن. پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه. من این مدت داشتم فکر میکردم به سوالی که شما پرسیده بودین راجع به نحوه ریلیشن پیپر من با این آقا. بغیر از اون چمای اولیه که خب همدیگر رو داشتیم میشناختیم، بعد اون به دلیل مشکلاتی که توی اون کار کانستراکشنی که ایشون بود و خب منم بالاخره سر کار مشکلاتی که پیش میامد و این راهی که دارم میرم واسه یه مدیکال سکول و انتخاب رشته بود دانشگاه و چیزای مختلفی که بود، ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم و خب من گفتم ما با هم مشکلی نداشتیم از این نظر که رد فلگ بزنه یا خیلی مسئله جدی باشه، ولی خب اختلاف نظر بوده، چون ایشون خب همیشه گوش میکنه به صحبتهای من، به انتخابایی که حتی و همیشه نظر میده و همچنین برعکسش هم هست. یعنی توی زندگی هم دیگه
خیلی اینوالو هستیم و فکر نکنم چیزی از کار و زندگیشون باشه که ایشون بخواد من رو جدا بذاره یا من ندونم یا همچنین برعکسش. و من فکر میکنم که از وقتی که اینو آشنا شدم یکم زندگی برای من بهتر بود، تونستم فاصله بیشتری با خانوادم بگیرم و با توجه به دعوایی که این چندین سال از خانوادم دیده بودم کلن من یکم نسبت ازدواج و ریلیشنشیپ و این چیزا یکم نمیدونم چی چیز بگم دل صافی نداشتم، ولی خب اینطوری بوده رابطه ما این مدت. خب حالا ببینید، شما الان اشاره کردید به این موضوع، بذار ازتون یه سوال خیلی ساده بکنم. شما با یه آدمی درگیر شدید و یه مقدار زیادی رابطتون عمیق و سنگین شده بعد از دو سال. شما وارد مدیکال اسکول بشید، شما باید هفته 70 ای بسا 70 80 ساعت با رفت و آمداش وقت بذارید برای این کار. و این ماجرا ماجرای 10 ساله. ایشون میخوان چیکار کنن؟ ما یه صحبت با هم کرده بودیم چون که احتمالش خیلی زیاده که مدیکال سکولی که من قبول بشم تو این ایالتی که من هستم نباشه و دور باشه، و ایشون گفتم اون کاری که دارن و شرکتی که کار میکنن و اون لیولی که ایشون کار میکنن میتونن از قبل ریکوست بدن و ترانسفر بشن به یه ایالت دیگه. دیدی چی کار کردی؟ شما؟ عزیزم اصلا قصه این نیست، با که نگفتم جاتون عوض بشه، اصلا همون شهرم باشید. شما باید هفته 70 80 ساعت بذارید برای مدیکال اسکول با شیفتایی که دارید و کارهایی که دارید. این چگونه زنی میتونه باشه؟ اونم برای مدت 10 سال. و چگونه مادری میتونه باشه؟ بله اینو کمابیش راجبش حرف زدیم، حتی راجب این که خب من دوست ندارم سنم خیلی بالا بره. اصلا قصه حرف زدن نیست، شما با حرف زدن که نمیتونید سنتون رو 24 یا 34 بکنید یا 14 بکنید. ببینید چجوری ماجرای مادری و پسری و پدری و دختری کردید. یعنی هر زمان که لازم شده اون واقعیت ارتباط زن و شوهری رو حذف کردید. مثل مادری است که میگه پسرم دخترم بی برو دانشکده، هر جا میخوای برو، بعد بر میگردی برو دکتر شو بیا، یا میخوای مام باید میای، یا من میام شرایط خونه رو برات فراهم میکنم تو راحت بتونی درس تو بخونی. ممکنه به من بگید شما با دانشجوی رشته پزشکی در یه جایی مانند امریکا که یه سربازخونه تمام عیاره و تمام توجه و تمرکز اونجاست، چگونه یک کسی میتونه یه رابطه شروع کنه؟ تازه یه ذره سنتون کم درم بود یا ایشون مسئله ای نداشت. خب پرده اونجا مسئله است و شما بزرگترین مشکلتون رو نادیده گرفتید و شما همچنان میخواید دختر ایشون بشید، برید دانشکده پزشکی، ایشون هم پدرتونه که حتما دخترم با دکتر بشه، ولی از جانب دیگه بلافاصله با این واقعیت روبرو میشید که شما میشید مادری که قراره با از فرزندش جدا بشه. فرزند شبا میاد میگیره میخوابه، ای بسا مادرم خبر نمیشه. درست. به نظر شما ازدواج کار اشتباهی قبل مدیکال سکولو؟ من اصلا بحثم این نیست، بحثم اینه. ببینید عزیز، بسیاری از اوقات اشتباهی که میشه اینه که ما فکر میکنیم میتونیم بریم، امیدوارم به کسی بر نخوره چون برخی از آدم ها اینقدر حساسن، ما نمیتونیم بگیم من میرم شوهر میکنم که برم مدرسه. نه اینکه من مخالفم که زن بره درس بخونه، اگر با من آشنا باشید میدونید من میگید 90 سالگی هم میخواید برید درس بخونید، فکر میکنم به طور کلی کار درستی، ولی آدم ها ازدواج نمیکنن که کسی برفتن بره مدرسه. اونم یه زمانی است که برای شما میگید میخوام درس بخونم. بسیار خوب، هفته 10 15 ساعت رو حتما وقت پیدا میکنید، حتی اگه بچه داشته باشید، اگه بچه نداشته باشید حتی بیشتر، برای که میتونید 20 ساعت 25 ساعت از هم جدا باشید، اما نه مدیکال اسکول. تازه اینم با اون فرض هست که شهر شما جایی باشه که ایشون بتونه به راحتی منتقل بشه و خیلی چیزی رو از دست نده، ولی اصلا مسئله این که در یک شهر باشید نیست. ولی این دقیقا نشون دهنده دو تا آدمی است که گفتم جدا هستند ولی فکر کنن مستقلن و بعدا هر دو تا
توان اینو دارن که جدا و تنها بتونن خوب زندگی کنن. وقتی هم که با هم هستن از حضور و وجود هم لذت ببرن. اونو متوجهم. ولی عرض من به شما اینه که رابطه تبدیل میشه به رابطه‌ای که پدر و دختر و مادر و پسر میشه. بعدم شما 10 سال دیگه طول میکشه، حتی بیشتر، در 11 سال دیگه طول میکشه که تخصصتون بگیرید و بیایید. و حالا یه خانومی هستید که 35 سالتونه، 34-35 سالتونه، این همه مدت هم خوب درس خوندید، خوب درس خوندید، تخصص گرفتید، آمدید در مقابل همسری که به هر حال تو این مدتی که شما رشد کردید دیگه جایی برای رفتن او نبوده. از یه طرف، از جانب دیگه شما حالا یه جایگاه خاص دیگری دارید و توی این مدت ماجرای ارتباط شما و داشتن فرزند زیر سوال میره، مگر اینکه هر دوی شما آگاه یا ناآگاه مایل هستید که همسر داشته باشید، یه زندگی در عین حال جدا با نام اسم مستقل داشته باشید ولی بچه نداشته باشید. به همین جهت است که من دلم میخواد بدونید کجا دارید میرید عزیز. درست مثل اینکه شما بار سفر رو بستید ولی میدونید از اینجا که میرید مثلا تا 200 کیلومتر دیگه یا 200 مایل دیگه پمپ بنزینی نیست، جایی برای غذا یا دستشویی ندارن. پس من باید خودم رو آماده کنم که تا 2-3 ساعت دیگه رانندگی برای 200 مایل بنزین رو احتیاج دارم. باید حداقل ها رو داشته باشم، نمیتونم تشنه و گرسنه باشم و راه بیفتم و 3 ساعت دیگه به یه جایی برسم که رفع تشنگی میکنم یا گرسنگیم رو. و من احساسم این است که شما با توجه به این که هم جاده رو میشناسیم، ماشینمون هم خوبه، اخلاقمون هم خوبه، با هم هم خیلی دوست خوبی هستیم، راه میافتیم. ولی نگاه نمی کنیم ببینیم چقدر بنزین داریم و نگاه نمی کنیم که من الانم نسبتاً تشنه یا گرسنه هم. خب 1 ساعت دیگه و 2 ساعت دیگه خیلی بیشتر تشنه و گرسنه میشم. تازه اومدیم بریم یه سفری که به اون خیلی خوش بگذره. حالا چجوری با تشنگی و گرسنگی روبروشیم؟ بعدش هم یه جاده نسبتا متروکه و پمپ بنزینی هم نیست، بنزینمون هم ممکنه تموم بشه. بنابراین همه چیز خوبه، هیچ اشکالی هم در شما و نه اتومبیلتون نه خودتون نیست. ولی رعایت شرایط و موقعیتی که دارید خودتون توش قرار میدید نیست. به همین جاست که اینا رو باید با هم صحبت کنید و ببینید، نه اینکه حرف بزنید برای اینکه بگیم میدونیم، برای اینکه تا به حال هر دوی شما، تیپ شما و ایشون هر دو مشخصه دیگه، تیپ هر دوی شما پیداست که خیلی جهان رو حس و احساس نمی کنید. شما وقتی که جهان رو بفهمید و بشناسید آروم میگیرید. بارها عرض کردم بسیاری از مردم هستن که بهشون میگن 2 تا در وجود داره، در سمت راست میره به بهشت، بیاد برید 1 سال بهشت ببینید در بهشت چه خبره، اما در سمت چپ میره به یک جای سخنرانی که یه در رهبران روحانی که چی هم نمیدونن آمدن میخوان درباره بهشت سخنرانی کنن. بسیاری از مردم تو صف سخنرانی میرن برای که فقط میخوان بدونن، نمیخوان زندگی رو تجربه کنن. برای که شما نخواستید زندگی رو تجربه کنید، علتش این است که از کوچکی شما حس و احساس ازتون گرفتن، به شما گفتن تو باید بفهمی و بدونی و شما فکر کردید اگر بفهمید و بدونید و یا این کاری که بعدن کردید بتونید رو پای خودتون بایستید، در هزینه های خودتون رو در بیارید، کافیه. نتیجتا شما به یه نوع جدایی که نامشو استقلال گذاشتید روی پای خود ایستادنتون است. الانم رشته‌ای که می‌خواید برید بخونید وقتی که ماجرای ازدواج نباشه کاملا در همون چارچوب ذهنیت شماست. ایشون چی؟ یه تک فرزنده که فقط 2 تا نقشو بلده، یا کودک باشه یا پدر بزرگ. بنجاست که بچه‌های تک دوگانگی دارن دیگه. من بارها عرض کردم فرض کنید یه دختر یا یه پسر 15 ساله، در حالت عادی این پسر و دختر 15 ساله 80% پسر و دختر 15 سالن، 10% کودک 5 سالن، 10% هم پدر بزرگ مادر بزرگ 60 ساله. ولی وقتی شما فرزند تکید، شما 80% یا کودکید یا پدر بزرگ، 10% 15 ساله، 20% 15 ساله. و به همین جهت است که شما وقتی که همه چیز عادی باشه
در مورد همه چیز میتونید به راحتی یا به توافق برسید یا اصلا توافق دارید. ولی این برمیگرده به ویژگی روانیتون. من در شما این رو دیدم. ایشون رو هم که دیدید قبل از اینکه اصلا شما به هیچ موضوعی اشاره کنید، حدس و گمان من که بسیاری از اوقات هم اشتباه رو به شما دادم که من با کی طرفم. و به همین جاست که ایشون به یه چنین برنامه زندگی تن در داده و به گفته شما دو سالی است که با هم دوستید و هیچ وقت اختلاف بزرگ و مشکل جدی نداشتید. کاملا عادی و طبیعیه. دو تا آدم بزرگسال محترم بدون نیاز به هم هستن و یا اصلا نیازمندن، یعنی نیستن، نیازمند نیستن، توی مهمونی هم ساعت ها بتونن بشنن با هم خوشو بش کنن و از هم خوششون بیاد. علت چه است که وارد واقعیت های سخت و تلخ زندگی نشدن. این همون احساس خوبی است که آدم تو مهمونی ها میکنه که همه آدم ها چقدر با هم خوبن و چقدر زن و شوهر ها با هم خوبن. اما اگر برید تو ماشین همشون بعد از اینکه از مهمونی آمدن، اون موقع میبینید گله و شکایت و برخی از اوقات حرفای زشت به همدیگه میزنن که تو چرا این کاری کردی یا چرا اون کاری کردی یا چرا با اون اینو گفتی یا نگفتی، چرا با اون حرف زدی، چرا با اون رقصیدی، چرا چنین کردی یا چنان کردی، یا درباره اون آدما حرف زدن، دیدی فلانی چی کرد، دیدی اون یکی چیکار کرد، بیده اون دوتا فهمیدی چه خبر بود. و شما متوجه میشید که یه مهمونی 3 ساعته شما داشتید، همه چیز ظاهرا آرام خوب برگزار شده. اما اگر درست 1 ساعت بعد از اون مهمونی رو هم تو خونه ها یا تو اتومبیل اون آدمایی که تو مهمونی بودن باشید، یه دفعه ببینید اصلا اونا دارن درباره یه مهمانی دیگری حرف میزنن که اگر شما گزارش اول رو میگرفتید در همونجا خودتون تا فیلم برداری میکردید، با گزارش دوم گرفتید مطمئن بودید که اینا راجع به همون مهمونی صحبت نمیکنن. به همین جهته که این همه تأکید من به این هست که اساس کار در درک واقعیت، این واقعیت مربوط به آینده باید پیش بینی بشه، و دو پذیرش متناسب مسئولیت با اون واقعیت. بنابراین مثلا من اگر به ایشون بگم شما چطور میخواید 10 سال اقلا، حداقل 10-11 سال همسری داشته باشید که هفته 70-80 ساعت گیره، ایشون تنها پاسخ خوبی که میتونه من بدین که دلم میخواد دکتر بشه، دوست داره پزشک متخصص بشه، چرا که نه، ضمن منم که بنازه کافی کارو بار دارم، خودم بیشتر درگیر میکنم. آره تو میشه اینجا یه چیزی من اضافه کنم؟ حتما. وقتی اون اول که ما با هم صحبت میکردیم بیشتر راجع به رشته من و هدفم برای این بیولوژی که دارم الان میخونم چیه، و من میگفتم مدیکال سکول اینا، چون تو خانوادهشون، خانواده نزدیکشون دکتر زیاد دارن، چیزی که ایشون به من از اولش گفتن این بود که این همینطور که شما میگینین راهی که میخوای بری خیلی طولانی و سخت و خیلی من دیدم، و بعد از اون به عنوان یک دکتر، حالا بستگی به تخصصی که میگیری، خب بعضی تخصصا شیفت شب داره، آنکال داره، شاید از زندگی که ما میخوایم داشته باشیم با هم دیگه بمونی و از این حرفا. و مثلا میگفتن که آقای از فامیلیشون هم که صحبت کردن، ایشون دقیقا همین حرف رو زدن و میگفتن اگه تو این فیلد میخوای بری مثلا بهتره پی اسکول رو انتخاب کنی، چون لایبلیتیش کمتره، مدتش کوتاه‌تره، زندگی بیشتر میتونی بکنی. و این آقا گفتن و اگه فیلد غیر ساینس میخوای، چون گفتم با شناختی که ازت دارم و چیزی که هستی، تو وکالت به نظر من خیلی جهت بتونی خوب باشی، تو ساینس هم آره، ولی خب تو وکالتشون خیلی اصرار داشتن که من میتونم مثلا چیز خوبی بشم و اینا. نظریشون کلا راجع به مدیکال سکول این بود، ولی خب چون میدیدن که من از اول هدفم رو مدیکال سکول بود و میخواستم برم دیگه، بعد از این مدت ببینید عزیز الان نمونه برجسته رو شما نشون دادید که در اینجا اختلاف واقعی، حتی میتونم بگم خطرناک، رو شما با گفتگو حل کردید. گفتگو این که تو بیا مدیکال اسکول نخون، بیا برو وکیل بشو. ولی میدونید یعنی چی؟ ای در حقیقت مثلا به جای اینکه در ایران زندگی کنی، بیا برو اروپا زندگی کن. همه زندگی عوض میشه. و همه هدف‌ها و برنامه‌ها و آرزوها و خواسته‌ها و گفته‌های 10 سال اخیر شما به هم میریزه. به خاطر چی؟ بعدم تازه حرف شما بعد از تمام شدن دانشکده بود. شما اصلا میتونید برید دکتر بشید، بعد بگید من روزی 4 ساعت کار میکنم. دیدید که من به اون اشاره نکردم. حرف من در دورانی بود که شما باید مدرک رو بگیرید.
بنابراین برخی از رشته ها هستند که آدم بهتر این کار رو تو خانه پدری بکنه تا تو خانه همسرش. برخی از رشته ها نه. بنابراین بیشتر با هم صحبت کنید، بذارید حرفای منم ایشون بشنوند و ببینید چه کار میخواید بکنید. و بعدم مسئله این نیست که کسی بیاد شما بیاد به خاطر علاقه به ایشون یا ایشون به شما بخواید رشتهتون رو عوض کنید، مگر اینکه کاملا آگاه باشید و از خودتون به این نتیجه برسید که من مثلا دو تا گزینه دارم، برم وکیل بشم یا پزشک بشم، 55 این 45 اون. بعد با توجه به شرایط و زندگیتون بگید خیلی خب من میرم سراغ 45 بر اینکه مزایای دیگری برای بقیه جنبه ها و جلوه های زندگیم داره، ولی نه اینکه 90 به 10 باشه. حالا من بیام گذشت کنم و فداکاری کنم برای به دست آوردن یه چیز دیگه ای رو از دست بدم. اشکال کار در دنیای امروز عزیز همینه. اگر شما من بگید بزرگترین مسئله ازدواج چه، میگم بزرگترین مسئله و مشکل قصه چگونگی کار دانشگاه ها و شغل و کار و سن و تولد فرزند یا فرزندان و ازدواجه. ازدواج اونجا مسئله داره. به همین جاست که اگه به من بگید 10 تا اشکال اساسی در زندگی زناشویی مال چه گروهیه، میگم مال افراد تحصیل کرده دانشگاهی. 8 تاش. برای که اینجا در حقیقت برای رسیدن به یه چیزی هزینه‌های سنگین با جای دیگه داد. در حالی که در زندگی های دیگری نه، فقط بریم این شهر یا اون شهر توی ایران زندگی کنیم، یا اونقدر مسئله ای نیست. در حالی که یه مورد دیگرش اینه که من بمونم ایران تو بری امریکا یا هر جای دیگه اروپا و مثلا 10 سالی از هم جدا باشیم که تو همه چیز رو حاضر کنی، بعدا ما به تو ملحق بشیم. هزینه ها سنگینه. بنابراین با هم صحبت کنید، ببینید کجا ایستادید و یک چیزی که با آگاهی و بعدم مطمئن بودن از این که چیزی قرار نیست خراب بشه و یا فدا بشه، برای که اون هزینهش به این سادگی نیست. من متاسفانه برخی از اوقات تو کار تراپی با دوستانی مانند شما روبرو شدم که حتی یه روز 5 ساعت رو قرار گذاشتیم، برای که روز اول که دیدمشون گفتم این کاری نیست که بشه هفته یه ساعت هم دیگر رو ببینیم، یه روز باید تکلیفش روشن بشه، بنابراین قرار بعدی ما 5 ساعته باشه که مطمئن باشیم وقت داریم حرف اون رو بزنیم. چون برای شما خود برای 50 سال آیندهتون تصمیم بگیرید و بسیار مهمه که تصمیم درستی بگیرید. بنابراین با هم گفتگو کنید، ببینید به کجا میرسه، بعدم اگر خواستید با یک کسی صحبت کنید اگر پرسش ها و مسائلی هست، ولی خیلی ساده انگاری نکنید. چون متاسفانه من به دلیل کارم متوجه شدم که برخی از اوقات این همون مثالی که در خصوص 200-300 مایل راهی که باید برید یا 100 مایل راهی که باید برید و بنزین و اینا رو باید مواظب باشید، باید براش آماده باشید. به هر حال مطمئنم هر دوتون دو تا امتیاز رو دارید، هر دوتون هم بسیار باهوش و دانایید و هم آدمای خوبی هستید و بنابراین آرزوی من این است که زندگی بهتری هم داشته باشید. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. آقای دکتر میتونم یه سوالی بکنم؟ خیلی دیگه طولانی شد، ولی بپرس اگر چی راجع به چی. خیلی برحمن خیلی کوتاه میگم. این مسئله آخری که من با پدر مادرم داشتم اینه که این آقا الان میخوان، من با پدر مادر ایشون آشنا شدم از این حدود 1 سال. نه شما اول مسئله حل کنید عزیزم. شما کجا با چرا دارید قدم های بعدی برمیدارید که به این معادله 5 تا مجهول دیگه هم اضافه کنید عزیز؟ شما اول مسائل خودتون حل کنید، ببینید پدر مادر چه نقشی دارن. هیچ. اونا 5% هم تو این موضوع مهمه، شما نقشی ندارن. 5%. نه اول خودتون حرف نرید جای دیگه عزیزم، نرید. فعلا ببینید خودتون مطمئن کجا ایستادید، که اگر من تو جلسه باشم که پدر مادر دو طرف هستن، من اگر همه رو بخوام زیر سوال بکشم، شما باید برای من جواب داشته باشید که اونا بشنون. ممکن اونا خودشون این سوالا رو نداشته باشن یا متوجه نباشن، ولی اگر من مطرح کردم شما دو تاش به من چه جوابی میدید؟ بنابراین خیلی ممنون، مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون همچنین. خدا حافظ.